بریم بسازیم. سلام، خب دیگه رسیدیم به پایان ماجرامون و آخرین قسمت از بریم بسازیم. بچه ها کارشو توی روستا تموم شده و میخوان که برگردن. من که طاقت دیدن این صحنه ها رو ندارم. آقا من 10 قسمت با اینا تو خواب زندگی کردم، الان یعنی دلم میخواد عین این نهنگا از غصه بزنم به ساحل. نه دیگه امروز تمومه دیگه، امروز حرکت میکنیم میام به سمت تهران. خب آره بابا من که میام، اصلا بدون من لطفی هم نداره. آقا حامد هم که مشغول صحبت با منزل هستن و داره ایشون رو در جریان بازگشت شکوهمندانه خودش قرار میده. حسن بله ببین بیا، من دارم میرم پیش آقا مصوری. واسه چی؟ این فلش عکساشو ببرم بدم. بگم برم دیگه، کار داشتی زنگ میزن. حسن بیا برو ابزارو بالا جمع. فعلا اجازه نداریم. نه اینا رو جمع ابزارو. نه خب بعضی وقتا خب بالاخره پیش میاد ما بگیم دلمون تنگ شده دیگه. حالا همیشه که همیشه بگی لطفی نداره که. اونا به سنگینا ببت به زیر. الان در محضر سرمه خانمیم. نه بابا سرمه اسم این مرغه است. بابا این مرغه که با اون همراهه دیگه. بابا سرمه مرغه. ای دعوا شد. سرمه ازه حفظه یه رز. بابا میگم مرغه عزیزم. سرمه همونطور که حسین گفت اومده دم خونه آقای مصوری تا هم عکساشو بهش بده و هم دیگه باهاش خداحافظی کنه. بابا الوعده وفا، این عکسو تو من گفتم بیارم خدمتتون. ممنونم، دستتون خیلی درد نکنه. بچه ها دیشب سلیک کردن، جدا کردن براتون، دستتون درد نکنه. خدمتتون خیلی راست کردی. بعدم این که ما دیگه رفع زحمت میکنیم. کی؟ دیگه الان بچه ها داشتن حاضر می شدن که راه بیفتی، من گفتم بیام قبلش اینو بدم بهتون. چرا؟ یک شنبه بعد باشه شب چله رو. یا آخه تو برنامه همون نبود نه من چلر. اصلا برنامه ریزی کردم شما باشید اینجا، این همه زحمت کشید تو این روستا باید باشید اینجا، خودتون حداقل نتیجه شو ببینید. یه تور خوبی داره میاد اینجا، شب برنامه مراسم شب چله داریم. خیلی میتونید هم کمک بکنید هم خیلی خوبه، هم شما نتیجه کار خودتون اینجا خیلی بهتر میبینید. فکر خوبیه آره، ولی نمیدونم بذارید با بچه ها مشورت کنم. من که خودم حتماً. که هستم حتماً یه احتیاجی هم هست، من هم باشون صحبت کنم. حتماً باید دونم مشکلی باشه اونم. خب الحمدلله اوکی هم پایه هم فقط بله بهشون بگم یه چون داشتن جمعه. آره حامد که خیلی پایه هست، الان عوارضی پیشوا و رامین هم رد کرده دیگه. بسن داریم شما باشید. چشم من به بچه ها میگم با اتون در تماس هم. ممنونم مخلصم. خبرش حتما به من بده. میخوام مطمئن بشم. من میخوام نرید اصلا. نه نه هستیم. چشم من میگم به بچه ها. ممنونم با اجازتون. قربان شما. خدا حافظ. خدا حافظ. چه لحظات سختی. حسین باید این خبر رو که آقای مصوری ازشون خواسته برای مراسم جشن شب یلدا تو روستا بمونن و به بقیه بده. همه رو بیخیال، فقط حامد رو بگو که قول داده تا 2 ساعت دیگه خونه باشه. مطمئنن شاکیه. کارامون همه رو برنامه‌ریزی کردی واسه رفتنمون هم باید برنامه‌ریزی بشه. خب گفتی که من قاطع بهش میگفتی تو مثل که خودت هم دوست داشتی بمونی. دوست داشتم که من حقه رو در روزی موندم گفتم نمونم. خیلی خوب بشه یعنی چی گفتم نمونم چی میشه؟ من به خانم هم زنگ زدم قول دادم من برنامه‌ریزی کرده 2 ساعت دیگه باید برم خونه. آقا من رأی من میگم که رأی خودم اینه که بمونم، حالا شما هم بگید نظرتون. آقا شما رأیت اینه که بمونی؟ من ممتنه. یه شب یلدای 40-50 نفری خیلی خوبه. خب باشه آقا، اگه اینجوریه پس من با عزتتون چون قرار دارم من با خانم امینا قرار گذاشتم پس 100% باید برم دیگه. اگه مثلا از فازونال گذشته دیگه سفاس پرونده. آقا با عزت هر جور سلام. یعنی شما میمونید دیگه عیبی نداره. آقا من ببینم به خودم هم میگم آقا بابا دوست دارم. آقا بعد چه میدونم قصه کوتاره. آقا من این چه بدونم میرم شما میایید یا میمونید. آقا حامد حسن میخوام بریم دوست بره عزیزش نکن. بابا همه چیز شوخی میگیرید شما. اون اینه که منم میدی. آقا بمون. نه بده لطفا. آقا نمیخوام بمون. برنامه دی میگی برنامه. گیتارم با خودت ببر. جا نداریم تو کاروان. حامد. آقا حامد. تکلیف چیه؟ آقا خواه حالا دیگه عذیتش. حامد. بره دیگه. همه شوخی میگید. آقا شوخی نه. چیه بای سما مصطفا؟ آقا جریانی نبود. جریان اینجاست که اینا فکر کنن همه چیز شوخیه. بابا حرف زنی برنامه ریختیم گفتیم که آقا من میخوام شب یلدا رو خونه باشم با خانم هم باشم. من میرم حالا میبینی چیه داستان. من مطمئنم الان این بچه‌ها یه چند دقیقه دیگه بلند میشن میان دنبال من. اینجوری نیست هیچ کی نمیاد. من مطمئنم که میاد. اگه رفیقای منن که میاد.
بله مصطفی هم نمیتونه حامد رو راضی کنه که برگرده. باید به دنبال نجات دهنده باشیم. ای ول آقا مصوری، اون میتونه حامد رو برگردونه. آقا من میدونستم شما منو ترانه میذارید دیگه. آره دیگه زنگ زدی گفتی من اوکی هم میام. من که میدونستم میاد برگردیم تهران همگی با هم دیگه. بفرما. آقا مصوری گل. بله آقا حامد هم دیگه با دیدن آقا مصوری تو عمل انجام شده قرار میگیره و بدون چک و چونه سوار میشه و میرن که با بچه ها با آقا مصوری تدارکات شب یلدا رو ببینن. بله آقا مصوری مدخمه شما. آقا مصوری بفهم باید مدخمه شما هست. همه زیبایی جوونی به همه چیزا زمزه. بله بله ما یه تعداد زیادی غرفه داریم اونجا و تو این غرفه هنرهای سنتی روستا و روستاهای اطراف و در واقع آن چیزی که امروز بهش میگن سوغات روستا، سوغات مناطق. چند نفر دارم میاد؟ یک اتوبوس رو مهمان مشخص داریم ما. خب بذار من بوجی هم بنویسم. خودت یا تو اون جشن دیگه سینما آره دیگه خیلی خوب بودی دیگه. سینما خودش بود دیگه. آره هم راضی بودن. نامردم. قشنگ دست گوشی رو نقطه ضعف من آقای مصوری. اینا نه تنها رفیقن، روانشناس هم هستن. اینو به باقی میگم. به هر حال دارید زحمت میشید و دوستم دارید شب شله بشه خانواده‌هاتون باشید. خانواده‌هاتون رو بگون بگین بیان اینجا. دل به نظر شما ایده خوبیه که بخوایم خانواده‌های خودمون هم حضور داشته باشن. عالیه این کار دیگه. عالی شد. این عالی خود این عالی. اینم از این آقا عامه. خانواده‌ها هم قرار شد هماهنگ کنن که اینجا باشن. ببینم بازم بهونه میگیری؟ آقا مصوری نظرتون چی از همینجا مثلا غرفه رو ببین ما خودمون تعیین کنیم که کدوم غرفه چی باشه بهتر نیست؟ حالا براتون میگم چند لبنیات رو جدا کنیم؟ قاعده تو این کارها تو اینجور روش ها قاعده اینه که تقسیم بندی منطقه ای میکنیم، میگیم این چند تا برای مثلا غذا، این چند تا برای خوراکی ها. خب مواردی که داریم چیه؟ مثلا آشپزی. بچه ها و آقای مصوری دارن در مورد تقسیم بندی غرفه ها صحبت میکنن که مشخص بشه تو هر غرفه چه خدماتی قرار ارائه بشه. فکر کنم خیلی تعدادش زیاده، نمیدونم انقدر آیتم داشته باشم، مثلا چقدر خوراکی داره خوابه و اینا. حالا حالا ایشالله که پر رونق باشه. تو سینمامون که این بخشو که پر کرده بودیم بد نبود، بعد با حمایت های حامد و دلی که به کار داره میده ایشالله میشه. آره چرا نشه، اومدیم همیشه ساختیم اینم میسازیم. داشتم به این فکر میکردم که خب بالاخره رفیق نیمه راه نباشم، تنهاشو نذارم. آره حامد جون این رفاقت نامصب قوی ترین تعهد صنفیه. آره اون موزیکای گولش زد و اون سوء تفاهم اینجا شروع شد که مثلا بکرد ما دوست موجی باشه، ولی چون کاری نمیکنه موجی باشه بهتره. بچه ها همینجا تو محل جشن یلدا اتاق فکرشون رو تو کاروان تشکیل میدن. با چه روی رو تو میشه تو چشمای من نگاه کنیم؟ چرا نشه؟ نگاش کن. آخه اومدی من تو روازی گیر و اولید آقا مصوری رو نخواه مثلا. آقا تو خود آقا شب یلدا چون که هوا سرده عطر برگزار میکنیم. نورم هست، همه چی هم هست. تو باز من خندیدی؟ آقا شب یلدا رو مگه عصر میگیریم؟ آقا شب این دفعه ما عصر میگیریم. میتونیم خوبم میتونیم میترکونیم. بعضی‌ها پیشنهاد بدی نیست سر قضیه سینما تجربه شد. یه مقدار آدم‌ها رفتن. همین شب یلدایی که شما دارید میگید، حالا عصر یلدایی که می‌خوایم بگیرین، تدارک خیلی چیزا رو باید ببینیم. الان یه سری چیزا لیست کردیم. مثلا برای این تور گردشگری یه فکری بکنیم. براشون یه برنامه‌ای بذاریم که اصلا اومدن توی این ماهی چیکارا بکنن. جاهایی که میتونیم ببریم بگردونیمشون مثلا کجاها میتونیم باشه؟ امامزاده، قلعه ساسانی. خب توی این برنامه چه کاری می‌خوام انجام بدیم؟ مثلا اگه ما بتونیم همینجا یه مسابقه چیزی برگزار کنیم که مثلا اهالی خوابه بیان. آقا هر کسی یه حیوانی داره مثلا حیوانش جالبه. بچه‌ها برای آخرین بار طبق روال همیشه کارا رو تقسیم بندی می‌کنن و هر کسی یه مسئولیتی رو به گردن می‌گیره. انگار همین دیروز بود بچه ها وارد خوابه شدن و آستین همت رو برای ساختن بالا زدن، به امید روزی که کار داوطلبانه جزی از برنامه روزانه همه افراد جامعه‌مون بشه. الهی آمین. اولین جایی که میرن خونه گیلین بافی پیش خانم قنبری. بچه ها میخوان تو طرح بومگردی شب یلداشون از ظرفیت های این مکان و توانایی های خود خانم قنبری هم استفاده کنن. میبینم که اینجا پر از گردشگر شده. آره عالی، اینقدر سرام شلوغه. خانم قنبری ما یه روز آزمایشی 10 تا گردشگر من میارم.
خب بومه بوم کرد اینجا میگردونیم، حالا هر چی شد دیگه، اولش گفتنی هر چی شد شده دیگه. من دارم فکر میکنم که از عهدش بر میام یه گیریم بافیمشون یاد بده، یه آش سنتی بپز. اگه آش سنتی اینجا داره اینجا یا نه، چه آش بلدی؟ نه خودمون میپزیم ما. یعنی شما اولین باری که بخواد توریست بیاد، حالا گردشگر بیاد، بخواد با اون گردشگر رو بریم بیرون، اون سخته. ولی بعدش دیگه مثلا منم نگرانی برای همینه دیگه. حالا به قول شما بریم ما هستیم، بریم بسازیم، هست تیم، هست کیارت رو مطمئن باشید کار گروهی جواب میده انشالله. سلام. مکان بعدی که بچه ها میرن خونه منیژه خانوم سراشپز نمونه خاوه و آقا محمده. برای شب یلدا بتونیم اینجا یه برنامه ای رو با کمک آقای مصبری و مابقی اهالی روستا را بندازیم. بله. و یکی از بخشامون قرار شدش آشپزی باشه. غذا و آشپزی و از اینجور چیزا. یه گفتیم مزاحم شما بشیم که استاد آشپزای خاوه ای. مثلا خودتون چه غذاهایی پیشنهاد میدید؟ آش رشته. من آش رشته رو خودم میتونم. قبلا اینجا جشنواره غذا بوده؟ بله بله، پارسال داشتم برای. خب پس بنویسیم دومین جشنواره غذای خوابه ها؟ بله. خیلی خوب. آنجا خانم. بله. این دیوار اینجا این دیوار رو ساناز با زهرا دیدم بعد میاد. اجاقازا رو خاموش میکنن، زهرا با ساناز زحمت کشن دیوار چیندن. زحمت کشیدن برای ساناز خانم. آره دیوار رو ساناز کشید، ساناز خانم و زهرا شدن بنا برای خودشون اینا رو. آره چیندن این دیوار رو. بله حسن هم اومده از آقا اسدالله بابای احسان آقار کفتر بازوی خاوه و کلن هر کسی که حیوان داره رو بگیره برای شرکت تو مسابقه شب یلدا. حالا میخوای بریم؟ الان دیگه الان دیره. خب با موتور باید بریم. با موتور بریم. باش چند لحظه بعد یا اینجا بچه ها دارن با منیژه خانوم میرن تا از خانومای آشپز دیگه خوابه هم کمک بگیرن و در مورد جشنواره غذای شب یلدا اطلاع رسانی کنن. اینم از اولین عزیز کفتر باز. اوه چقدر هم کفتر داره. برو ببینم. بیارین تو مسابقه. خوش که تن کفتر شرکت بده. بچه‌ها تنوع دادن تو کار و رفتن سراغ شترمر. اونوریه خیلی چغر و بد بدنه. همونو بیارید برای مسابقه. حالا واسه نمایشگاه ما میتونید بیارید یا نه؟ حالا یکی دو تاشونو مثلا. آره در حد یکی دو تا. آره میاد. برای اونجا آدما نزدیک اینا جالب براشون. ولی دیدن آدم از نزدیک مثل که خیلی برای اینا جالب نیست. آقا اومدیم شما زیبا آدم بخوریم ببریم بخوریم. چه قبول قبوله؟ 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 تو میاد مسابقه شرکت کنی یا نه؟ به من نکن بنا میاد تو مسابقه ما شرکت کنی؟ ایشون میتونن تو انیمال یونیورس خوابه شرکت کنن و به زرس قاطع مقام اول رو با اختلاف به دست میاره. الان انگشت هم میک میده؟ بس مادری بهم دست میده الان؟ آره جوانم بسرم مثلا خب حامد هم اومده در مورد لوازم و مواد مورد نیاز آش رشته یه آماری از منیژه خانوم بگیره. ببین 10 کیلو سبزی و نخود و لوبیا فلان کاکولیه. این کاکولیه منه. این بیشتر جوجردک زشت بهش میخوره تا کاکولی. همش وقت کم میاد تو مسابقه ما شرکت کنی؟ بیاد بلند بگو این نهایی کاکولیه. حس اردکونی حس مادری بهم دسته نهایی. هی میدونم خودت نپوشیدی که این بپوشه، خودت نخوردی که این بخوره. ده از گذشته هنوز یادگار نگه داشتن این روشو برای شب چله. بله. انا رو حفظ میکنن. درسته. از سردخونه های واقعا طبیعی استفاده میکنن. از همون موقع هنوز. بله. سالم؟ سالم سالم انا رو برادر میرم که تازه درخت کنده باشی. کمک میخوایی های داشی؟ همون ماری میزنه اینو. این هم توفیه انا. یه انتاره؟ بله بله یه هم اناره. وقت بله ساله. این هم یکی دیگه تازه. قبل
بهش بکشیم. چه سالم مونده. بله. کار خدا هست. چرا اینا رو گذاشتید زیر خاک؟ از روی آقا مصطفی رحمان دوست خجالت بکشید. حالا اگه تو خوابه انار کم داشتید بیاید بریم صاوه، ما اونجا باغ داریم، طالبی هم داریم. کیه این موقع شهر؟ او بچه ازاره که گفت روشیاتون رو سایلنت کنیم. او بیشی توه بابا. یه دقیقه آقا مصبریه. جناب آقا مصبری سلام علیکم. سلامت بشی. من خواهش میکنم. نه تازه داشتیم چشامو گرم شد جانه. مثل این که آقا مصوری داره به حسین خبر میده که یکی از اهالی ده به رحمت خدا رفته جانه؟ و به خاطر همین مردم روستا خواستن برنامه شب یلدا متوقف بشه. چرا؟ ای داد بیداد. چون اصلا حسین چرا رو روشن کرده؟ دشمت میشه من باشم. خداحافظ. چی میشه؟ بابا چرا قیافت اینجوری میکنی؟ خب بگو چی شده دیگه اینجوری ما رو نگران کرد؟ بیرون. ها؟ نه یه دقیقه برم بیرون. یعنی چی تلفن زنگ؟ چی بری بیرون؟ بچه‌ها حالا شور میگیرن چجوری قضیه رو به حامد بگن هاراگیری نکنه. الان چی شده بچه میشه برام بگید؟ الان این مسخره بازی چیه؟ اگه بس خودتون نگید. نه دقیقه بشین. یه چیزی میخوام بهت بگم. بهش می نمیگی بگم. خب بهش ما یه چیزی بهت بگم. بچه ها دستگاه سی پی آر رو آماده بذارید، در صورت بروز شوک نیازه. یه لیوان آب قندم دم دست باشه. آقا مصوری زنگ زد. خب گفت که برنامه فردا کنسل. برنامه شب یلا کلا فرد. پر. علی خب ما که صبح گفتیم بیایم بریم. علکی علکی اختلاف میندازید تو زندگی جوان مردم. الان من زنگ بزنم به خانومم بگم آقا برنامه ریزی نکنید. یعنی الان دیگه امشب واسه فردا چی شد الان؟ یعنی کنسل همه چی؟ خودت خودت میدی. اینا که دیدی خب یه نفر فوت میکنه. خب حسین من که صبح داشتم میرفتم که نگذاشتی ما بریم. برنامه اونا رو به هم زدیم. اینم آدمم دعوت کرد. میخواد یه نفر از اهالی روستا بگیره که. آقا مردم که مسخره مون نیستن که بچه‌ها. آقا خود مردم گفتن کنسل کنن دیگه. من حالا به نظر منم کلا کنسل نکنید، سیو اس کنید بذارید کنار ببینیم چی میشه. حرف زدن دعوت کردیم اینور اونور. اینم یه ریش سفید محلی یه نفر رو پیدا کنی، یه ریش سفید روستا بزرگ یه روستا مثلا بندازین جلو و بندازین جلو. یعنی ببین حالا درستم میگه یه آدم معتبر اگه پیدا کنیم اون میتونه کارشو حل کنه، یعنی میتونه مثلا بیفته جلو، ولی کی؟ دو تا ریش سفید اومده بودن روزی که داشتیم شبکه فیلم پخش میکردیم. بابا میگن یه نفر فوت کرده دیگه، ریش سفید و ریش سیاهش که فرقی نمیکنه، کنسله. با پیگیری های حسین چند تا از مسئولای کمیته امداد با همراهی حاج امیر والی، برادر مرحوم حاج عبدالله والی که خونوادگی به صورت جهادی در خدمت آبادی و آبادانی مناطق محروم از جمله بشاگرد هم بودن، برای کسب رخصت به خونه متوفا میرن تا برای برگزاری مراسم جشن یلدا ازشون کسب اجازه کنن. بعد از اینکه حسین به همراه تیم ریش سفیدا رخصت و اجازه برگزاری مراسم رو میگیرن، مقدمات و کارهای مربوط به جشن دوباره از سر گرفته میشه. بابا مردم خاوه اونقدرام سختگیر نیستن، دمشون گرم. بده اینا همه رو. با سلام چطور آقا تاجیک؟ میگم ما این فراخانمون رو دیدید زدی؟ خب کدوم فراخون؟ همین برای جشنواره شب یلدا. جشن شب یلدا هرچی هم که توی روستا چرخیدیم و بالاخره آدمایی که توی این چند وقت شناخته بودیم بهشون گفتیم، بازم حس میکنیم غرفه ها پر نشه. چیکار کنی؟ نه ایشالا پر میشه. شب یلدا سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوبی؟ خسته نباشید. مدیر مردمی و عملیاتی به آقای تاجیک میگن. امضا نکردید؟ نه. میز کار رو آوردن وسط. خانم رنج دست
شما چی پیشنهادی دارید؟ چون ما هر چی آقای تاجیک میگیم اون قرفه ها پر نمیشه، میگه ان شاءالله پر میشه. شما یکی از اینایی که میاد آشپزی میکنه شما باشید، من بلدی هستم. من آشپزی نه، اگه بخواین عکاسی انجام حالا اب نداره، آشپزی هم کردی خراب شد بگو غذای محلی مونه واسه خواست، کسی نمیفهمه. یه قرفه عکاسی رو راه اندازی میکنی، یه بکی حالا یه چیزی براش درست میکنی با لباس محلی غیر محلی، بیان اونجا عکس بگیرن. یه یاد اینم از قرفه عکاسی و مسئولش. امیر و فائزه خانم دارن میرن تا یه سری به محل غرفه عکاسی بزنن و اگه لوازمی نیاز بود تهیه کنن. به به، همه حسابی اینجا مشغولن تا هر چه زودتر غرفه ها تا شب یلدا تکمیل بشه. چادر میتونیم بزنیم؟ چادر عشایری؟ چادر میتونی، اسپیس هم میتونیم بزنیم. آقا اجازه ده یکی شما بردارم؟ بله آقا اجازه. اینو بذاریم اینجا. خب چه دیگه دیوارش میاد تا بالا؟ 1.5-2 متر میچینی؟ این بره بکش، پایینم دیگه حالا پایینم دو سه تا میتونیم بشین بندازیم. آره با صندلی مونه. یکی از غرفه های نمایشگاه قراره به پخت و پز نون محلی اختصاص داده بشه. برای گردوندن غرفه به یه فرد کاربلد نیازه. کی بهتر از قمر خانم؟ بعد گفتیم یه غرفه هم بذاریم برای شما، اونجا نون بپزید و بدید بالاخره نون و داغ مردم بخورن حال کنن. اینم از غرفه نون. بریم ببینیم اوس حسن و بقیه چیکار میکنن. بله اوس حسن سخت مشغول هماهنگی های تم یلداست. امیرم داره کمک میکنه. خوشتیپا آقا یلدا مبارک. چی یلدا؟ مگه عید رسیده یلدا مبارک؟ پس یلدا چیه؟ یلدا یه آینه. غرفه رو چیکار کردید؟ غرفه رو شستیم، رفتیم، سپردیک، تمیز کردیک، منتظر چیزیم دیگه، فقط بعد بیان بچینن. پیدا کردی؟ یکی بسید زمان باید 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 حسین بیا سنگین ها چرا این هم خوبه؟ برو اونجور خونه ایر پایین. بابا سلطان مصدومیت حواست باشه، با مصدومیت و بی مصدومیت باید خودتو به جشن برسون. همه دارن کمک میکنن الا حامه دفتون بالا سبت چیه داره اونجا میروید سلفی میگیره استوری میذاره برتی بازی. غرفه آشرشته کجاست؟ آقا من عاشق اینم تو یلدا آشرشته بخورم و با هیزم آتیش روشن کنم. اون واسه چاشم سوری بود؟ حمد بیا من آینها رو قاطی کردم. بیا آقای تاجیک تشریف بیارید این بره بازار. آقای تاجیک جنس صدا تو دوست دارم حمد، به تحریکات یکم بیشتر کار کن. دیگه لوزر میدنم در اومد خواهد. یه منبع داره میخوره. حالا همه بچه ها دارن به سمت چی یورش میبرن؟ تیتابه؟ نه؟ ژل ضد عفونی کننده دسته؟ نه؟ ماسکه؟ اونم نه؟ پس حتما صفحه سبد کالاست. کاه آقا جون کاه میخوان وانت کاه رو خالی کنن. بذاری زمین؟ غور ندار اینجا ما غور نداریم. دو تا بود میخوردی نام ها؟ بذار روش حوال اون ورشو بگی بذار روش آتم کومی بود ها بری سه دو سلفی من امین اینجا اوکیه، اینجام اوکیه، اینجام همه چی ردیف، اینجام ردیف، اینجا من داره آیتم سختیه. یه دونه اینجا بذاریم تو همین مسیر برو تا اون ته وسط بچینیم یه ذره صافش کن، الان کجه تموم بسه دیگه. نوبتی هم که باشه وقت چیدمان خود غرفه هاست. امیدواریم همونطور که بچه ها برنامه ریزی کرده بودن بتونن تعداد قابل توجهی از غرفه ها رو پر کنن.
بالاخره روز موعود رسید. بریم ببینیم بچه‌ها تو برگزاری جشن شب یلدا که قراره در کنارش تور بومگردی خانم قنبری تو روستای خاور رو هم داشته باشن چه میکنن. سلام، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدین به خاور. امیدوارم روز گردشگرامون هم رسیدن. به به. اون چیزایی که تصور داشتین نسبت به خاور برسین. الان اینجا ورودی روستای خاور هستش، جاده درختی. خانم آقایون، پله ما ساختیم ما. این مسیری که ریه که میبینید مسیری به جاده ابریشم بوده، از عراق و شام و مکه میومدن اینجا به سمت مشهد میرفتن. ما بچه بودیم اصلا سمت این کوچه ما نمیومدیم. به ما میگفتن که توی این قلعه یه اجدها خوابیده. و واقعا من فکر کردم اینجا اجدها، اصلا من نزدی باور تو نمیشه، من بار اول اومدم. میزنی کنایی به اصطلاح میگن گلش دیگه. گلشو بکنید قسم بخورید. خیلی زیادی هم فکر کنم اینجا مشغول حدود 100 تا مشغول کارم. این کاوا رو میبینید؟ کاهو معمولی نیستا. اینا حاصل پیوند کلم بروکلی و کاهو چینیه که توسط کشاورز خوش‌ذوق خاوه‌ای انجام شده. کاواتون بعد داریم بریم سمت روستای بعدی قلعه بلند. بریم سمت روستای قلعه بلند ببینیم بچه‌ها و خانم قنبری چه برنامه‌ای برای گردشگرامون ترتیب دادن. ببینیم خیلی خوشگله اینجا. این جای بوده که دهنه اسب رو میبستن. همه بگین خوابه. اینم از خانه گیلیم بافی خوابه. گردشگرامون رو آوردن به اینجا که کمی استراحت کنن. دست رنگ زدتون چند باف تقلیه کردیم. طرح سردی دادن به گردشگران خوابه. کوسه کنجبین پشبندش هم سر به شیر. حالا اب نداره، سری اولشونه، زیاد تجربه ندارن. این 1384 بر اساس یک سفره مهمانی بود که حضرات میندازن تو ماه رمضان. آها، الان آثارش نیست. گفتم نه، پس من شروع میکنم یه سفره میندازم که تا ابد بمونه. آها، این لامینت 14 سال پیش من کار کردم. بالغ بر 10000 آثار نقاشی من تو خونه دارم. آقای سلحشوری از کسایی هستن که تو مقوله آموزش کودکان همیشه پیش قدمن. این رو ما دقیقاً تو بحث احداث کتابخونه و صحبتایی که اونجا با کتابدار و بچه‌ها انجام دادن دیدیم. الانم تشریف آوردن و دارن با بچه‌ها طرح نقاشی متریشون رو که به دست بچه‌ها انجام میشه پیش میبرن. ایشون همچنین در جریان سیلی که سال گذشته توی کشور اتفاق افتاد و همینطور زلزله‌هایی که در چند جای کشورمون اومد در صحنه حضور داشتن و همینطور با صبر و حوصله مشغول آموزش دادن به بچه‌ها و وقت گذروندن با اونا بودن. از همینجا بهشون خسته نباشید میگیم، دمشون گرم. و آخرین غرفه که آماده میشه غرفه عکاسیه. حسینم که دیگه هنراش یکی یکی تکمیل شد اینجا، از رنگکاری و گلیم بافی بگیر تا قلم زنی دیگه باید ردش کنیم بره. بچه ها بفرماییم ببینید چیکار کردیم. حسن و خانم قنبری گردشگرامونو آوردن تا هم از نزدیک نمایشگاه گردشگری خاور رو ببینن و هم برای جشن یلدا به بقیه ملحق بشن. بچه
اینا گیلیمه همش. سلام آقای تبریزیان. خوبی شما؟ خسته نباشید. کار دست خودتون همش. خیلی زیباست. واقعا یه منفی خودتون رو منتقل کنید به بعد اینی که میگن یه کاکتوس از کاکتوس انرژی بگیرید. سلام سلام بچه آش بگیریم بیزن 10 تا آش برام بزنید. ما یه ماه اینجا بودیم، یه ماه عیناً میمون مرز خانم بودیم. پدرم اصلا دلش تنگ شده اومده پیش من. دلم تنگ شده. حاج آقا معمار قدیمیه. خیلی خونه های ساخته، هم گلی ساخته، هم سیمانی ساخته. من فلسفه اینو نفهمیدم، چرا مسابقه طناب‌کشی و ماسخوری پایه همه جشناست؟ واقعا چرا؟ به به آقا حامد، این اصلا انگار اول مجری بوده بعد دست و پا در آورده. برنامه‌های متنوعی ما واسهتون تدارک دیدیم که در خدمتتون خواهی بود. به به، در بین حضار و مهمانان جشن حجت الاسلام دکتر علی جعفری معاون فرهنگی و اجتماعی کمیته امداد امام خمینی و حاج امیر والی هم حضور دارند. در ادامه برنامه‌های جالب و متنوعی داریم. مسابقه ماسخوری با دستان بسته، سیب گاز زدن، کبوتری که بیشتر رای رو بیاره برنده میشه و مسابقه زیباترین کبوتر خاوه با حضور جمعی از کفتر دوستان خاوه هم که در حال برگزاریه. بله، در پایان مسابقه که به دور از چشمان دوربینای تلویزیونی انجام شد، چند کبوتر به نشانه صلح و دوستی آزاد میشن تا نشون داده بشه گاهی وقتا هم میشه پرنده باشی اما تو قفس نباشی. اون دوستایی هم که رأیش بزغاله شماره 5 اونو تشویق کنه. بله، میرسیم به بخش انیمال یونیورس خاوه که یکی از بزهای خاوه ظاهرا رگ این قسمت رو آورد. شاهد اجرای برنامه‌های شاد و موزون این بخش از جشن یلدا هستیم. همونطور که میبینید اجرای رقص اصیل خاوه‌ای توسط یکی از هنرمندان این خطه رو داریم که البته حرکات خاوه‌ای اصل نیست و پیداست که ترکیبی از رقص برره‌ای و خاوه‌ایه. بسیار عالی، بخش استعدادیابی رو داریم که برنده هاش مشخص شدن و اینجا میان که جایزه های خودشون رو بگیرن. کشف استعداد شما در محل توسط تیم کارشناسان خبره استعدادیابی بریم بسازیم. خب گلای تو خونه، مخاطبای نمونه، اگه گفتید وقت چیه؟ وقت خداحافظیه. بچه ها دیگه تا تو اوجن باید از خاوه و مردمش خداحافظی کنن به نظرم. تو چند وقتی که خدمتتون بودیم مطمئنن آرامشتون رو به هم زدیم. انشالله که در این مدتی که در روستا بودیم راضی باشین و امید خدا حلالمون. تک تک این بچه هایی که اینجا هستین هیچ کدوم قیافتون یادم نمیره. من عاشق همه تونم، عاشق خاوه هم شدم. به افتخار خودتون دست بزنید. اینجا توی این چند وقت ما بیشتر بچه های نوجوان خاوه رو دیدیم و فکر میکنم که یه مقدار نیاز بزرگترهای این بچه ها حضور پررنگتری داشته باشن. یه چیزهایی اینجا بچه ها کمک کردن ساخته شده با حالا همکاری رفقای ما و همکارای ما. اینا رو حفظشون کنید و مراقب حال خوبتون باشید. دمتون گرم، مرسی بابت پذیراییتون. خب هر جایی که رفتیم یه سری حالا بالاخره به تناسب کارمون سر و صداهای مختلف بوده، رفت و آمدهای ما شاید بعضی از همسایه رو آزرده، ولی خب همونجوری که دیدید ما مجموعا سعی کردیم که در راستای حالا یه کار عامل منفعه یا در راستای کاری که بتونه به آبادانی خاوه بیشتر کمک کنه یه باری از دوش خودمون رو شما برداشته بشه، چون اینجا متعلق به ما هم هست دیگه. در مجموع خداحافظی ما رو پذیرا باشید. با اجازهتون دیگه ما امشب یعنی همین الان داریم از اینجا حرکت میکنیم و روستای خاوه رو ترک میکنیم، ولی این ترک گفتنمون همیشگی نیست، بازم حتما بهتون سر میزنیم. یا علی.
شش بچه خدا بیز بچه خدا بیز خدا بیز خدا بیز بچه قصه بچه های بریم بسازیم با روستای خواوه و مردمش همینجا به پایان میرسه. اما یادگاری ها و خاطرات خوبی که این بچه ها از خودشون برای روستا به جا گذاشتن هیچ وقت تموم نمیشه و تا ابد تو ذهن مردم روستا میمونه. تو همه قصه های دنیا خوشی ها و سختی ها، اشک‌ها و لبخند ها در امتداد همه هم. اما شادی واقعی و نهایی حاصل از نتیجه کار نصیب اونایی میشه که استحقاقشو دارن، اونایی که یه دفعه نمیبرن، یه دفعه کم نمیارن و یه دفعه وسطش دست از کار نمیکشن. شادی پایان کار برای اونیه که تو خوشی لبخند میزنه و تو سختی هم شاید آروم آروم اشک بریزه، اما در نهایت رسیدن به قله رو که هدف فراموش نمیکنه. اینقدر اینجا قشنگ شد و تمیز شد و واقعا یاد بچگی هم افتادم. قصه بریم بسازیمی ها از تعمیرات دکه عمورزا شروع شد و با تعمیر و مرمت امامزاده به پایان رسید. اما کیه که بگه داستان بریم بسازیم همینجا توی خواب تموم شده؟ بچه خیلی دوستتون داریم، بازم میان میبینیم اتون کلی خدا به بجوب خدا به به نظر من که پایان همه قصه های دنیا بازه. هیچ قصه ای رو نمیتونیم تموم شده به حساب بیاریم، حتی اینجا با پایان کار بچه ها تو روستای خواهه. کار بریم بسازیم اینجا تو این فصل و در روستای خواهه تموم میشه، اما همونطور که گفتیم این پایان ماجرا نیست. تو فصل بعد ممکنه به روستا و یا محل زندگی شما بیاریم. اگه میخواید تیم بریم بسازیم تو روستا یا شهر محل زندگیتون حضور داشته باشه، کافیه در تارنمای برنامه به نشانی www.berimbesazim.ir ثبت نام کنید و شهر و روستای خودتون رو به ما معرفی کنید. بچه‌های ما حتما پیگیری خواهند کرد و کسی چه میدونه، شاید روستا یا شهر بعدی که ما سر میزنیم محل زندگی خود شما باشه. تا دیداری دیگر، خدافظ.